با درود دیگر خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA. بریم به شهر بهشهر مازندران، 17 دوره کشتی های آزاد بین المللی جام شهید هاشمی نژاد در حال برگزاری هست. دیدار ردبندی وزن 61 کیلوگرم بین علی رضا اصلانی با دوبندی آبی در مقابل غلام نژاد با دوبندی قرمز. ببینیم چه میکنه این دو دلاور. یه لحظه تو همه ابتدای کار یه زیرگیری نشون میده غلام نژاد، میره که خاک کنه، بله دو امتیاز میگیره، دو امتیاز هم برای دو بنده آبی در نظر گرفته میشه. یه لحظه برد رو پل، یه لحظه رو پل نگه داشته، میتونن دو امتیاز دیگه به غلام نژاد بدن. ببینیم نظر داور چی هست. بله 4-0 امتیازی برای دو بنده آبی در نظر گرفته نشد برای اصلانی، ولی خب 4 برای غلام نژاد تو این کش و گس امتیاز ثبت شد. بله دوتا خواهی کرد، دوتا هم نیم تیغ کرد. ببینیم حالا رئیس توشک قاضی و داور رو میخواد. داور وسط آقای ابوالفضل عقیلی از داورهای خوب لرستان. ببینیم دو امتیاز رو میدن به علیرضا اصلانی یا نه. یه لحظه رو پول نگه داشت، ببینیم نظر رئیس توشک چی هست. به نمایت سالن زیبای شهید هاشمی نژاد، ببینید یه لحظه اینجا خاک کرد، بدلکاری برگردوند و یه لحظه اینجا، بله یه لحظه اینجا رو پل نگه داشت، چند ثانیه نگه داشت. بله دو امتیاز در نظر میگم برای علیرضا اصلانی. نتیجه کشی 4-2 میشه در همه ابتدای کار. یه زی از راه دور نشون داد علیرضا اصلانی. دیدید که مشاهده میکنید برای سوم پنجمی هست. یک بار دیگه یه زیرگیری نشون میده، تو هم حالا یه فیتو میخواست نشون بده که غلام نژاد، ولی رد کرد اصلانی، دستی کرد زده تا بتونه خاک کنه. هر دو کشتیگیر میخوان که اون یکی رو پیش بندازه و به پشت حریف برسن. ببینیم حالا غلام نژاد مسلط هست، پارو قاطی میکنه تا خاک کنه علیرضا اصلانی رو، میتابونه. ببینیم امتیازی در نظر گرفته میشه یا نه. نه هیچ امتیازی در نظر گرفته نشد برای این کشو گوش. همچنان دو کشتی رو دستای هم دیگه کار میکنن. وزن 61 کیلوگرم واقعا وزن پر ترافیکی بود. کشتیگیرهای خوبی تو این وزن بودن، کشتیهای خوبی گرفتن. حالا یه لحظه پیش میندازه، پارو گرو گرفته. ببینیم میتونه تا شه خارجش کنه اصلانی رو یا نه. دستی ریکت زده، بله اینجا یه لحظه حالا اصلانی بدل کاری میکنه و خاک میکنه. از فرصت استفاده کرد علیرضا اصلانی. تو شرایطی که میرفت غلام نژاد اصلانی از تشک خارج کنه، از انرژی خود غلام نژاد استفاده کرد و خاکش کرد. حالا چه کشتی 4-4 میشه و تا به اینجای کار برنده میدان اصلانی هست. ولی خب زمان زیادی تا پایان کشتی داریم و سبک فست هست، مطمئنن باید امتیازهایی رد و بدل بشه. دو کشتیگیر میانه دو شدید دسته هم دیگه کار میکنه. یه زیگه از دور نشون میده، ولی زیرک بود این بار غلام نژاد. غلام نژاد و پنج بار تو رده باندی چه کشتی زیبایی با هم گرفتن، ولی خب غلام نژاد کشتی رو واگذار کرد به پنج بار و به دیدار رده باندی رسید. نیمه نهایی رو نتونست برنده بشه در مقابل پلنگوار. حالا اومده اینجا که برای مدال برنز بجنگه. تا به اینجای کار واگذار کرده غلام نژاد کشتی رو علیرضا اصلانی. نتیجه برابر هست، ولی امتیاز دوم رو اصلانی گرفته و برنده میدان هست. خب 3 اول کشتی به پایان میرسه. دو کشتیگی نزد مربی خودشون میرن تا توصیه های لازم رو دریافت کنن. مربی عزیز غلام نژاد آقای عزیزی و محسن دلیری از مربیای سازنده کشورمون هستن و این هم آقای محرمبور و دستیارش که توصیه‌های لازم رو به علیرضا اصلانی میدن. ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای 3 دوم و تاکتیک کدوم یکی از این مربی‌ها میچربه و شاگردانشون کدوم یکی میتونن این کشتی رو برنده بشن. صحنه‌های آهسته فنون عبد و بدشاره با هم میبینیم. کشتی های زیبایی گرفتن تو وزن 61 کیلوگرم. یه دلاور ناب همون بالا داریم،
پهلوان ارزنده کشورمون رحمان عموزاد خلیلی. یه لحظه حالا دست یکیت میزنه گلام نجات پیش انداخت که خاک کنه، ولی نه تو حسال خیمه سنگین علیرضا اصلانی. گلام نجات اومده که جبران کنه و مدال برنز رو بگیره. ببینیم چه میکنه. تا به اینجای کار که مساوی هست، نتیجه کشتی خوبی گرفتن دو کشتیگیر. هر دو کشتیگیر با سرعت بالا کشتی گرفتن. یه لحظه حالا زیرکت میزنه گلام نجات. یه جوره اصلانی داره آروم میکنه کشتی رو، گست میکنه، یه زیرگیری زیبا از علیرضا اصلانی میره که خاک کنه. هنوز خاک نشده، ولی بله اینجا بالاخره خاک میکنه گلام نژاد. بعد دو امتیاز میگیره. حالا چه کشتی 6-4 میشه. میره برای بارانداز یا نه؟ باراندازش رو هم نیم تیغ کرده. حالا مچپار از اون بر گرم میگیره، میره برای فیتل پیش، رد میکنه، حالا رو میکنه، بله یک امتیاز میگیره گلام نژاد. بچه کشتی 5-6 میشه. حالا میره برای بارانداز یا نه؟ ببینید پاها رو کاملا ستون کرده، نتونست باراندازش رو به اجرا بذار. گلام نژاد کاملا دست و پاش رو باز کرد و ستون کرد. بله بچه کشتی 6-5 میشه. 1:40 تا پایین کشتی زمان داریم. ببینید کدومی که این دو دلاور مدال برنز این دور از مسابقات رو به گردن میندازه. کشتی زیبایی گرفتن دو کشتیگی، همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. یه زیرگیر از راه دور به پا میرسه، زیر دو خم زیبا، ولی از این بر هم گرو گرفته فیتو رو. ببینیم میتابونه، حالا میره برای کنده گردون. ببینیم کنده رو میتابونه یا نه. کشتی گره خورده و از اون بر مچه پا رو گرفته. از این بر هم اصلانی پا رو گرو گرفته. ببینیم چه امتیازی رد و بدل شد. واقعا سخت هست. ببینیم نظرشون. بله رئیس تشک قاضی و داور رو میخواد که مشورتی با هم بکنن تا ببینن چه امتیازی قرار هست برای این دو دلاور در نظر گرفته بشه. یه لحظه لولیدن به هم. کشتی قبلشون رو دیدیم، واقعا کشتی زیبایی بود. 37 امتیاز رد و بدل شد. واقعا سخت بود اونجا قضاوت کردن. ببینید اینجا یه لحظه رفت برای کنده گردون، ولی نتونست کنده رو به تابونه. هر دو کشتیگی اینجا گیر کرده بودن رو پول. نمیدم حالا. بله یک امتیاز به دو بنده قرمز میدن گلام نژاد. حالا نچه دو امتیاز میدن. بله 6-5 بود. حالا نچه کشتی 7-6 میشه به نفع گلام نژاد. گلام نژاد برنده میدان هست. 1 دقیقه تا پایان کشتی زمان داریم. ببینیم اصلانی میتونه دوباره امتیازش رو برسونه به گلام نژاد یا نه. کل 6 دقیقه که به نوبت امتیاز ها رد و بدل شد و بالا پایین شد. حالا گلام نجات هست که تو ثانیه های آخر کشتی جلو افتاده. ببینیم اصلانی مطمئنه یورش خواهد آورد. 40 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم و باید اگه به مدال برنز این دور از رقابت ها رو میخواد باید به آب و آتش بزنه. کارد فنی تیم ملی هم در سال حضور داره، باعث انگیزه بیشتر کشتیگیر ها میشه که بخوان خودی نشون بدن. دو کشتیگیر همچنان رو دستی همدیگه کار میکنن. کشتی رو داره اداره میکنه حالا گلام نژاد. 15 ثانیه تا پایان کشتی زمان داره. یه زیرگیره برگاز هست اصلانی. ببینیم خاک میکنه، اگه خاک کنه برنده میدان هست. میگه که خاک کنه، ولی بدل کاری میکنه. حالا گلام نژاد میبره به پل. سرتن یکی رو حالا میره جمع کنه. ببینیم میبره رو پل. بله میره که ضربه فنی کنه علیرضا اصلانی رو. بله 6 دقیقه کشتی اینجا به پایان میرسه و غلام نژاد هست که برنده میدان میشه و به مدال برنز این دور از مسابقات میرسه. تبریک میگیم به غلام نژاد. کشتی های زیبایی گرفتن. وزن 61 کیلوگرم واقعا کشتی های زیبایی گرفتن. کشتی گیرا دمشون گرم. تبریک میگیم به غلام نژاد. رده سومی مسابقات جام شهید هاشمی نژاد رو. خب دوستان امیدواریم که دیدن این کشتی زیبا لذت برده باشید. عزیزانی که به تازگی به جمع با پیوستید ازتون خواهش میکنم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنید به محض اینکه کشتی های بعدی عزیزم مخصوصا فینال 61 کیلوگرم در کانال بارگذاری میشه. یوتیوب شما رو
در جریان میگذاره و از دیدن کشتی های زیبای عزیزانمون لذت خواهید بود. تا درودی دیگر، بدرود دوستان.